دوست دارین اسطوره‌ای شنیدنی درباره عشقی ابدی بشنوید؟ در این ویدیو میخوام از الهه هاثور که از او با نام زن دلخوشی ها نام برده شده صحبت کنم، که داستان اسطوره‌ای عشق کیهانیش نسبت به یک جوان زمینی گله‌دار موجب شکل‌گیری صورت‌های فلکی جبار و ثریا در آسمان‌ها شد. هاثور الهه آسمان، زنان و باروری و عشق. نام او به معنای ملک هوروسه. شکل اصلی حیوانیش گاوه و به همین دلیل هاثور رو با سر گاو یا شاخ او ترسیم می کردن. این خودش مربوط به یک اتفاق اسطوره‌ایه در جریان نبرد هوروس و سث که در ویدئوی قبلی بهش اشاره کردم. در یکی از نسخه های اسطوره اومده که هوروس به دلیل اینکه مادرش آیزیس دلش به حال سث می سوزه و باهاش همراهی می کنه، ازش عصبانی می شه و سرش رو از بدن جدا می کنه. اما روز بعد که از خواب پا می شه، تازه میفهمه چه کار کرده و اولین سری که پیدا میکنه جای سر آیزیس میذاره و اون سر یه گاو بوده. این نکته رو بگم که آیزیس در دوره‌های متأخر مصر با هاثور یکی پنداشته میشد و بنابراین الهه هاثور با سر گاو ترسیم میشده. هاثور ارتباط نزدیکی با خدای خورشید رع و همینطور هوروس داشت. گفته میشه که چشم یا دختر رع یا مادر و همسر هوروس بوده. به همین دلیلم هاثور مادر نمادین نمایندگان زمینی خدایان یعنی فراعنه بود. به جز جنبه خشن و ترساور هاثور که در ویدئوی معرفی رع بهش پرداختم، ویژگی اصلی این الهه با موسیقی، رقص، شادی، عشق، تمایلات جنسی و مراقبت مادرانه همراه بوده. مصری‌ها معتقد بودند که انواع لذت‌های حسی هدیه خدایان به انسان هاست. به همین خاطرم اونو در جشن‌های مذهبیشون همواره تلاش می‌کردند که با رقص و شادی و نوشیدن و خوردن خوراک‌های عالی، هاثور رو که الهه رقص و شادی و موسیقی بود، خوشحال نگه دارن تا جنبه خشمگین او بروز پیدا نکنه. اما جنبه جنسی هاثور در برخی داستان‌های کوتاه دیده میشه. تمثیل عشق ابدی و کیهانی هاثور در قطعه مرموز از یک اسطوره به نام داستان گله‌دار که مربوط به دوره پادشاهی میانه میشه وجود داره. در مصر باستان گله‌داری جوان و خوش‌تیپ زندگی میکرد به نام سا یا در روایت دیگه‌ای هیسوره. این گله‌دار نه تنها به خاطر زیبایی زمینیش بلکه به خاطر قلب پاک و مهربونی که داشت شهرت پیدا کرده بود. از جمله ستایشگران بیشمارش، الهه هاثور مظهر عشق و زیبایی و رقص بود. هاثور که مسحور جذابیت‌های زمینی ساح شده بود، از آسمان‌ها فرود اومد تا در کنارش باشه. بنابراین خودشو به یه زن فانی بدل کرد و زیبایی الهی خودشو به ساح آشکار کرد. این دو به زودی عمیقاً عاشق همدیگه شدن و آوازه ارتباطشون تا عرش خدایان پیچید و همین هم مسئله بزرگی رو ایجاد کرد. رع پدر هاثور با ازدواجش با ساح مخالفت کرد، چون معتقد بود که انسانهای فانی مانند ساح نباید اجازه داشته باشن که همشأن یک الهه در کنارش باشن. بنابراین رع با تدبیری دو عاشق رو از هم جدا کرد. جوون گله‌دار رو به صورت فلکی جبار یا شکارچی در آورد و محل اونو تو آسمون ها مشخص کرد. عشق هاثور اما به ساح پایدار بود. اون خودش رو به صورت فلکی ثریا تبدیل کرد. خوشه ای از ستارگان که به نام هفت هاثور هم شناخته میشه. با این کار هاثور برای همیشه نزد گله‌دار محبوبش موند. آسمون شب صحنه کیهانی برای داستان عشق ابدی اونها شد. ساح یا همون صورت فلکی جبار، صورت فلکی ثریا یا هاثور رو در سراسر آسمان تعقیب میکنه و به معشوق خودش نزدیک میشه، اما هیچ وقت نمیتونه اونو لمس کنه. در تمدن باستانی مصر، صورتهای فلکی جبار و ثریا به نمادی از عشق بیپایان و تعقیب ابدی چیزی که دور از دسترس به نظر میرسه تبدیل شده. در نهایت چند ویژگی مختص الهه هاثور رو با هم مرور کنیم.
هاسور نامهای دیگه‌ای مانند معشوقه زندگی، معشوقه بهشت، معشوقه پیشکش و بانوی ستارگان داشت. او الهه حرکت، موسیقی، عشق، احساسات و شراب بود. هاسور ارتباط زیادی با جواهرات فیروزه‌ای، طلا یا مس داشت و به همین دلیل او را معشوقه فیروزه می نامیدن. او جدا از شکل گاو، شکل گربه، شیر و غاز رو هم به خودش گرفته. هاسور به دلیل شخصیت خندان و شادی که داشت، زن دلخوشی ها نام گرفته بود. او با انرژی جادویی خودش به زنان و مادران کمک می کرد و به همین دلیلم اونو مادر مادران می نامیدن. یونانیان باستان الهه هاسور رو با الهه باستانی آفرودیت یکی می دونستن. و سرانجام این که الهه هاسور به دلیل زیبایی چشمگیری که داشت حامی هنر آرایش محسوب می شد.